دیدید که توی این اواخر در این ادبیاتی که در شبکه‌های مجازی به خصوص به طریق ایمیل و این گروه‌هایی که تشکیل میشه رده بدل میشه، یواش یواش جملات زیبایی میخونید، بعضیش هم زیبا نیست، با اسم حسین پناهی. انگار که حسین پناهی یواش یواش جانگزین دکتر سمیعی، دکتر حسابی، عقبتر بریم صادق هدایت، عقبتر بریم هرودوت، اینشتین، اینا شده است تا مارکس و اینا. یواش یواش هر کی داشت از زبان اونها بگه، یواش یواش رسید به حسین پناهی. برای حسین پناهی شبیه ساختن یه ذره کار مشکلی میخواد، به خاطر اینکه با کلمات کم شبیه کاریکاتورهای پرویز شاهپور، ولی بسیار به فکر فرو برنده. او هیچ موضوعی رو به سادگی رها نمیکرد. یعنی اینطوری نبود که ازش بپرسین حالا چطوره بگه بد نیست یا بگه بده، نه، او یه چیزی میگفت که شبیهش رو فقط کامیار شاهپور یک اندازه نصرت رحمانی داشت و بعضی از اهل ادب و هنر به این حس آراسته بودند. طنز نبود، اتفاقا کمی تلخ بود، ولی یک حس غریبی درش بود که فقط از دلش مایه میگرفت. هیچ بدهی انگار حسین پناهی به روزگار نداشت. بچه کوهکیلویی به دنیا آمد، در دهات شکل گرفت، بعد رفتش به در دوره مدرسه رفتن در دبیرستان رفت به حوزه علمیه قم و در اونجا سطوح گذروند و بعد عمامه گرفت و در دومین سالی که مثل همه کسانی که تو حوزه هستن فرستاده شد برای تبلیغ دین در ماه رمضان، در همون دهی در نزدیکی محل زادگاهش به یک زنی آمد و گفتش که من حاصل بیشتر از یک سال کار کردنم، ذخیره زندگیم یک روغنیست، یک موجی از روغن هست، روغن حیوانی، ولی حالا از دست دارم میدمش. گفت چرا؟ گفت به خاطر اینکه فضله موش توش افتاده که همه میگن که دیگه حالا کل ظرف نجس هست، باید انداخت دور. و حسین یک نگاهی بهش میکنه، میگه نه نیست، یه قاشقی بردار، اون فضله رو بردار و اون چی که دور و برش هستم همراهش با همون یک قاشق جدا کن و برو زندگی تو کن، نه نجس نیست. اون میدونست که داره خلاف شرع میگه و به همین جهت هم بعد عمامش هم گذاشت و اومد بیرون و او شد یک لولی سرخوشی که ازدواج کرده بود، بچه دار شده بود، ولی کشون خودشو کشون به تهران و با همین موهای همیشه آشفته اومد به خانوادهش. یک سال رفت در یک گور یا مزار خصوصی در قاسم آباد، اونجا زندگی کرد. زندگی ساده ای نبود و بعد آروم آروم محیط فرهنگی، تئاتر و نمایش او رو شناخت و یواش یواش کشید به تهران. در این فاصله کوتاه تا موقعی که به 40 سالگیش نزدیک بشه و او رو سکته کرده در خونش بعد از 3 روز پیدا کنن در تهران، همه جا بود. ده ها فیلم سینمایی بازی کرد، نوشت، گفت، کارگردانی کرد، تئاتر کرد، همه کار کرد. انگار میدونست که خیلی طول نمی کشه و به همین جهت هم باید گفت یه نادره‌ای بود از دوره خودش که در یه زمانه خیلی خوبی متولد نشد و به نظر میرسه که به همین دلیل هم رفت. ولی حسنش بر این استش که روزگار رسیدن به این دوران تازه باعث شده است که آثار او همه باقی مونده، مثل دیگران محو نشده در تاریخ.